سازمان مهاجرت امیرسلام و دمت با کادری ورزیده از سال 1992 در قلب کانادا تورنتو. آذر امیرسلام، نویسنده مقالات قوانین اداره مهاجرت کانادا. تجربه طولانی ما در عقد ویزاهای اقامت کانادا پشتوانه پاسپورت کانادایی شماست. گرد دمتس، متخصص در مهاجرت سرمایه گذاران. با سلام. If you are a business owner or manager, you will have very good chances to come to Canada. ۱۲۰۰ شپرد اونیو ایست، یونیت 102، تلفن 416-495-8170. امیرسلام با درود به شما عزیزان. خب چهارشنبه هست و ما ادامه میدیم به قوانین اداره مهاجرت کانادا و اختصاصا امشب میتونیم در مورد سیتیزنشیپ و قانون جدید سیتیزنشیپ که اخیراً اعلام شد، یعنی البته دو سه ماه پیش اعلام شد ولی اخیراً مورد اجرا قرار گرفت. بنابراین امشب در مورد عزیزی که هفته آینده در تقریبا آخر برنامه لطف کردن زنگ زدن و گفتن امیرسلام در مورد سیتیزنشیپ هم یه مقدار توضیح بده. بنابراین من امروز در مورد برنامه رو میذارم برای سیتیزنشیپ و مسلماً یک چند موردی هم که به من تذکر داده شده که در مورد صحبت کنم با شما صحبت خواهم کرد. ما میدونیم که افرادی که اقامت کانادا رو دارن و حداقل 3 سال کامل داخل خاک کانادا زندگی کردن میتونن درخواست پاسپورت کانادایی رو بدن، اما ممکن هست که شما در عرض این 3 سال بارها مجبور شدین به مسافرت برین و یا اینکه قبل از اینکه کارت اقامت رو بگیرین و یا اقامتتون رو بگیرین ممکنه داخل خاک کانادا بوده باشین. اگر شما از افرادی هستین که قبل از اینکه لندد بشین، به عنوان مثال با ورک پرمیت اومدین و در اینجا کار کردین ولی اقامت نداشتین، و یا به عنوان مثال پناهنده به کانادا اومدین و تا زمانی که به دادگاه رفتین 2 سالی گذشته تا بالاخره بعد 2 سال 3 سال قبولی رو گرفتین، این زمانی که قبل از اقامت هم شما داخل خاک کانادا بودین یا با ویزیتور ویزا یا با استودنت ویزا یا با ویزای کار، جزء حضورتون در کانادا حساب میشه برای اینکه برای سیتیزنشیپ اقدام درخواست بدین. ولی هر روز از این روزها نصف روز حساب میشه. برابر این اگر شما میخواد درخواست سیتیزنشیپ کانادا رو بدین و قبلا با ویزای توریستی داخل خاک کانادا بودین، توجه داشته باشین که بعدش اقامت رو گرفتین و یا پناهنده بودین همونطور که گفتم و یا با استودنت ویزا به کانادا اومدین، روزهای قبل از گرفتن پیار کارتتون این هر یک روز نصف روز حساب میشه، ولی مکسیموم تا 1 سال. دوباره مثال میزنم معنیش چی هست؟ به این معنی هست که اگر فردی با ویزای دانشجویی به کانادا اومده 4 سال درس خونده که بچلر دیگری یا لیسانسش رو بگیره، این 4 سال 2 سال حساب نمیشه، مکسیمومش 1 سال حساب میشه. ولی اگر کسی 1 سال به کانادا اومده قبل از اینکه اقامت بگیره با استودنت ویزا به عنوان مثال یا ورک پرمیت یا ویزیتور ویزا، اگر 1 سال قبلش به کانادا اومده، باز نه اینکه فکر کنین 1 سال حساب میشه چون مکسیمومش 1 سال بوده،
در این صورت اون یک سالی که شما با ویزای دانشجویی به کانادا اومدین نصفش حساب میشه 6 ماه و بعد از اون باید 2.5 سال رو با بودن در داخل خاک کانادا پر بکنیم. اما آیا ما مجبور هستیم به طور مداوم در کانادا باشیم و اصلا غیبت نداشته باشیم که 3 سالمون پر بشه؟ خیر. شما عزیزان میتونیم به مسافرت بریم تا جایی که 3 سال از 5 سال رو پر بکنیم. پس قانون جدید سیتیزنشیپ 3 سال از 5 سال هست، یعنی در عرض 5 سال شما 730 روز مرخصی دارین و اگر رعایت نکنین و بشه 700 و مثلا به جای 30 روز 40 روز، اون موقع هر چی بیشتر از این طرف میمونین از اول سالایی که موندین میاد بیرون و بسیار سخت خواهد بود تا بتونین روزاتون رو کامل پر بکنین. همیشه اگر میخوان به مسافرت برین و اگر متقاضی این هستین که سیتیزنشیپ خودتون رو در اسرع وقت بگیرین، بنابراین حساب کتابهای خودتون رو انجام بدین و بدونین که چه زمانی شما باید به کانادا برگردین، چه زمانی باید ترافل کنین تا بتونین 3 سال از 5 سال خودتون رو که پر کردین، اون موقع میتونین درخواست سیتیزنشیپ کانادا رو بدیم. خب حالا به این سادگی نیست که هر کسی که خودش ادعا میکنه که من 3 سالم رو پر کردم، افسر سیتیزنشیپ هم باور کنه که شما 3 سال رو پر کردی. بنابراین وقتی که 3 سال پر میشه و میخوان درخواست سیتیزنشیپ رو بدین، دنیای مدارک باید ارسال بشه تا اون افسر سیتیزنشیپ باور کنه که شما 3 سال رو داخل خاک کانادا بودید. شرایط پس این که باید اقامت کانادا رو داشته باشیم تا بتونین درخواست سیتیزنشیپ بدین. 2 این که باید 3 سال از 5 سال رو پر بکنین. 3 این که باید زبان انگلیسی یا فرانسه رو در حد لول 4 و 5 حدوداً بدونین و باید مدرک بدین. حالا یا باید امتحان کلاس های زبان آیلتس رو بدین یا میلب رو بدین. امتحانات مختلفی هست که برای پروف دانش شما به زبان انگلیسی باید میتونین اون امتحانات رو بدین. یکی میلب رو امتحان میده، یکی آیلتس رو امتحان میده، البته جنرال رو باید امتحان بدین نه اکادمیک رو و غیره. و یا اگر شما توجه داشته باشین، اگر شما از افرادی هستین که اسکیل ورکرز به کانادا اومدین، روی امتیازبندیتون به کانادا اومدین و آیلتس خودتون رو 5 سال پیش هم شما امتحان دادین، درسته که آیلتس مثلا 1 سال یا 2 سال اگر ازش بگذره باطل میشه، ولی برای سیتیزنشیپ تمام آیلتسی که قبلا امتحان دادین و اون سرتیفیکیتی که دارین از گذشته قابل قبول هست و میتونین اون رو به عنوان مدرک زبان انگلیسیتون بذارین. اگر شما اینجا های اسکول رو تموم کردین، مدرک های اسکول قابل قبول هست و مجبور نیستین تو مجددا امتحان سیتیزنشیپ بدین. اگر شما اینجا لیسانس گرفتین، اگر شما فوق دیپلم گرفتین، اگر مستر دگری رو اینجا تموم کردین، بنابراین تمام این مدارک قابل قبول هست برای زبان انگلیسیتون. و یا اگر دوره های لینک رو نیو کامرا تموم کردن، این باز برای لیول پروف زبان انگلیسیتون که باید حتما مدرک بفرستین قابل قبول خواهد بود. پس شمردم، این یکی از اونها دانش زبان انگلیسی هست و دیگری دانش در مورد کانادا. کانادا چند تا استان داره و حدود جمعیت کانادا چی هست و و بنابراین یک به طور خلاصه مقداری از کشور کانادا، زبان رسمیش چی هست، پایتختش چی هست، اینا به عنوان مثال. بنابراین یه مقدار باید دانش داشته باشین در مورد کانادا و دولت کانادا انتظار داره اگر شما میخوان شهروند کانادا باشین حداقل بدونین نوع حکومتش چی هست و اینکه
و استانها رو حداقل بدونین، پایتخت رو بدونین و یه مقدار سوالات بسیار عمومی از شما کتباً باید تستی رو بنویسین و باید زبان انگلیسی رو پروف کنین. اگر سن شما با قانون جدید که خوشبختانه عوض شد 18 تا 54 هستش، باید زبان انگلیسی رو مدارکش رو بدین و امتحان بدین. اگر اینجا درس نخوندین، اگر آیلتس رو قبلا امتحان ندادین، باید امتحان بدین و مدرکش رو بدین و یا و همچنین دانش و همچنین زبان همچنین دانشتون رو در مورد کشور کانادا یک مقدار زیاد بکنین و بدونین که چه تستی از شما گرفته خواهد شد. در گذشته کتابی براتون می اومد وقتی درخواست سیتیزنشیپ می کردین، ولی الان همه چی آنلاین هست و میتونین روی سایت ایمیگریشن cic.gc.ca برین و اون کتاب رو در حقیقت صفحاتی که مربوط به امتحان تست سیتیزنشیپ هست اون رو بخونین. آنلاین در هر جای دنیا هستین میتونین اون رو بخونین. اما عمده ترینش که بیشتر شماها متاسفانه یادتون میره این هستش که باید عدم سوی پیشینه از هر کشوری که شما مسافرت کردین در عرض 4 سال از 5 سال گذشته باید عدم سوی پیشینه بگیرین، در صورتی که مسافرت های شما با اون کشور به خصوص در عرض 4 سال گذشته بیشتر از 6 ماه باشه. بنابراین اگر بیشتر از 6 ماه به عنوان مثال در ایران بودین، باید حتما عدم سوء پیشینه از اون کشور بگیرین. اگر در اروپا بودین، در فرانسه بودین، باید عدم سوء پیشینه از فرانسه بگیرین. اگر در چندین کشور مختلف در هر کدوم 6 ماه بودین، باید از چندین کشور مختلف عدم سوء پیشینه بگیرین و پرونده خودتون رو فایل بکنین. خب اینها ریکوایرمنت اداره سیتیزنشیپ هست، ولی خب مسلما یه فی هست، 600 فکر می کنم 30 دلار باید بپردازین. عکس باید بفرستین، عکس ها باید 35 تا 45 اون طبق اون اینستراکشنی که روی سایت هست پشت سرتون باید سفید باشه و عکس ها هم اینستراکشن به خصوص خودش رو داره. مسلما حالا میرسه به مدارک. چه مدارکی رو ارسال بکنیم که اداره مهاجرت، اداره سیتیزنشیپ پرونده رو کامل بدونه و به شما کوئسشنر نده؟ ما میدونیم همه شماها با اون پرونده هایی که پی آر کارتتون رو درخواستش رو میدین و یا سیتیزنشیپ خودتون اقدام کردین، ببینین که بعد مدتی یک نامه براتون میاد به اسم کوئسشنر و یا برگاه های بلند بالای امتحانی که متاسفانه اگر وقتی این کوشنر براتون میاد یک کم که چرس کنم مقدار زیادی پرونده شما به تعویق خواهد افتاد. بنابراین چه بکنیم که پرونده درخواست کارت سیتیزنشیپ بر نگرده؟ چه بکنیم که پرونده های سیتیزنشیپتون راحت استریت فورورد بره جلو تا زمان سرمونیتون و چه مدارکی رو ارسال بکنیم که موفق باشیم و به مشکلی بر نخوریم؟ ببینیم در فرم های سیتیزنشیپ از شما میخوان که حضور و غیاب خودتون رو بنویسید، یعنی خودتون با توجه به مدارکی که یا پاسپورتی که جلوتون هست و در بعضی مواقع تمام استمپ ها و مورها میلادی نیست، ممکنه شمسی باشه، ممکنه به
هجری قمری باشه چی و غیره و غیره باشه. بنابراین شما عزیز باید اولین کاری که میکنین پاسپورت خودتون رو ترجمه بکنین و اگر بیرون رفتین از کانادا، اگر بیرون از کانادا نرفتین که خیلی راحت استریت فورورد، چون غیبتی نداشتین پاسپورت رو میفرستین و کلی مدارک دیگر هم البته میفرستین که در موردش صحبت میکنم، در اون صورت خیلی راحت میشه پروف کرد که شما داخل خاک کانادا بودین. اگر هیچ استمپی ندارین، اگر هیچ خروجی و ورودی نداشتین، ولی هنوز باید ثابت کنیم که خب چه میکردین. اگر استودنت بودین، اگر محصل بودین یا دانشجو بودین، مدارک دانشجوییتون رو بفرستین. اگر کار میکردین، مدارک کاریتون رو بفرستین. اگر unemployment بودین، اون موقع یه خود سخت‌تر میشه که ثابت کنیم واقعا شما بیرون نرفتین. و اگر رفتین بیرون، مخصوصا آقایونی که بعضی مواقع میبینیم به خاطر بیزینسشون یا به خاطر کارشون در ایران مرتب در سفر هستن، بدونین که سختگیری بسیار زیاد هستش برای شماها و باید مدارک زیادی رو. این نیست که به من بعضی موقع میگن امیرسلام خب ترجمه پاسپورت رو فرستادم و ترجمه پاسپورت نشون میده که من چقدر بیرون رفتم و چقدر داخل خاک کانادا بودم. ترجمه پاسپورت کافی نیست، به علت اینکه متاسفانه سیستم ابیوز شده و بعضی مواقع پاسپورت ها میگن گم کردیم پاسپورتمون رو، بعضی موقع ها پاسپورت هاشون رو مخدوش میکنن و میرن عوض میکنن. بعضی مواقع به هر صورت پاسپورت تنها برای افسر سیتیزنشیپ کافی نیست که شما ثابت کنین که واقعا داخل خاک کانادا بودید. مدارک زیادی رو باید ارسال کنیم. واقعا بعضی مواقع اونقدر مدارک جمع میکنیم و اونقدر مدارک میفرستیم که از پرونده مهاجرتتون طول حجیم تر میشه و بعضی مواقع تو پاکت های کوریر DHL یا TNT و غیر و غیر رو جا نمیگیره، مجبور هستیم توی کارتون بذاریم و این پرونده ها رو ارسال بکنیم. بنابراین این مشکل رو، این مسئله رو در نظر بگیرین که به این راحتی نیست که هر ادعایی من بکنم که من در این تاریخ ها نبودم، من این تاریخ ها نبودم یا در این تاریخ ها در کشور زندگی کردم، به راحتی که بر مبنای پاسپورتتون افسر اداره سیتیزنشیپ این رو قبول بکنه. نه. خب چه بکنیم؟ چه مدارکی رو ارسال کنیم که کوشنر برامون نیاد و چه بکنیم که پرونده واقعا سریع، البته سریع که چه عرض کنم، بالاخره یک سال نمیتون خواهد کشید با قوانین جدید، برعکس زمان گذشته که البته 3-4 سال طول میکشید. الان وضعیت خیلی بهتر شده ولی هنوز انتظار هست که یک سالی رو طول بده، مخصوصا الان که قوانین آسون تر شده و 3 سال از 5 سال شده. الان ممکن هست به علت جمع شدن پرونده ها یه مقدار طولانی تر باشه نسبت به اون تابستون که 4 سال از 6 سال بود. پرونده ها خیلی کمتر بود برای سیتیزنشیپ و الان پرونده ها همونطور که در حجم دفتر خودم میبینم که بیشتر هست و درخواست ها بیشتر هست، مسلماً از تمام استان ها الان زیادتر شده درخواست ها، به خاطر که افراد بیشتری واجد شرایط میشن برای سیتیزنشیپ تا با قوانین گذشته که بسیار سختگیری های بسیاری داشت. پس اگر کار میکنین باید نامه های کاری رو بذارین، اگر محصل هستین همونجور که گفتم نامه های دانشگاه رو بذارین یا دبستان، دبیرستان و هر چی که دارین و در نهایت قبضای این که خونه، اگر تلفنی به نامتون هست، اگر خونه به نامتون هست، تمام اگریمنت های قرارداد های اجارتون رو بذارین. اگر خونه خریدین مال مسلماً اون قرارداد خونه و یا دید خودتون رو بذارین یا مورگیج هر چی روی اون دارین، یا اگر هیچ کدوم از اینها رو ندارین اون نوتیس آف نه
اون پراپرتی تکستون، رو پراپرتی تکستون که میاد مالیات های خونه اسماتون در اون بالا نوشته شده، بنابراین اونها رو بذارین. اگر قراردادهاتون در وسط این 5 سال گپ و فاصله باشه، باید توضیح بدین که کجا بودین اون مدت. پس بنابراین اگر که می نویسین که در اون مدتی که در کانادا بودین ولی قراردادهای خونتون نشون نمیده کجا زندگی کردین، اینها باعث شک افسر اداره مهاجرت افسر سیتیزنشیپ خواهد شد. بنابراین تمام قراردادها رو آماده میکنین و اگر در زمان بودنتون در کانادا بیمه ماشین دارین، ماشین دارین، بیمه کردین ماشین خودتون رو، اونو میذارین و بعد از همه اینها میبینین استیتمنت بانکیتون بعضی موقع لازم هست، ویزا کارتتون که با اون کار کردین و و و و با تمام این و با تمام این تفاصیل تمام مدارک را میفرستین، هنوز ممکن هست برگرده اداره سیتیزنشیپ و بگه من ریپورت پزشکت رو میخوام که ببینم چند دفعه به پزشکت مراجعه کردین، و اون واقع باید به منستری آف هالت مراجعه بکنین و وزارت بهداشت یا همین هالت و و بگیرین که چه تاریخ‌هایی شما پزشک خودتون رو دیدین یا پزشکای مختلف رو دیدین، یا از پزشک خودتون بخوان رکورد رو به شما بده. و باز مواردی دیدیم که با توجه به تمام رعایت تمام این موارد رو رعایت کرده، هنوز اداره مهاجرت اداره سیتیزنشیپ براش نامه میفرسته که برو، من از فورن افرز، مثلا اگر به آمریکا دوبار سفر کرده یا یه بار سفر کرده، از فورن افرز وزارت امور خارجه آمریکا ورود و خروجاتو بگیر. و موارد زیاد داشتیم عزیزانی که اقامت دبی رو دارن و اقامت کانادا رو دارن و بین این دو کشور رفت آمد میکنن و پیار کار دارن، در زمانی که میخوان درخواست سیتیزنشیپشون رو بدن، گویا اونهایی که اقامت دبی رو دارن وقتی وارد دبی میشن یک کارت به خصوصی دارن که میکشن و بنابراین در پاسپورتشون نشون نمیده که این فرد کی وارد خاک دبی شده و کی خارج شده. بنابراین وقتی که شمایی که اقامت دبی رو دارین و میدونه اداره مهاجرت اداره سیتیزنشیپ که اقامت دبی رو دارین، در اون صورت وقتی که تاریخ ها رو خودتون پر میکنین که من این تاریخ ها فقط اوت دبی بودم، مثلا 5 روز در ماه فروردین یا اردیبهشت در دبی بودم، اداره مهاجرت کانادا هنوز شک میکنه و مطمئن نیست که شما واقعا اون مدت رو اونجا بودین و ازتون میخواد از وزارت امور خارجه دبی به عنوان مثال یا وزارت خارجه ایران به عنوان مثال، وقتی که شک کنن به ورود و خروج شما در پاسپورت ایرانیتون، میگن برو به وزارت امور خارجه ایران و یا دبی، ورود و خروجاتو از کشور اون کشوری که بهش شک کردن که امکان داره شما بیشتر در اون کشور بودین، اونها رو از شما بخوان. خب میبینین که سیتیزنشیپ این نیست که 4 تا فرم رو پر کنیم و بفرستیم، روی هم بذاریم و بفرستیم. و اگر چکلیست سیتیزنشیپ رو نگاه کنین میبینین هیچ کدوم اینا رو از شما نخواسته. خیلی ساده میگه، حتی میگه کپی اون صفحه اول پاسپورت تو به اضافه فرما به اضافه رسید پول و غیره و غیره. اما میگه که در یک سنتنسش، در یک جملهش میگه ثبوت این که چه مدت بودی و نبودی با خود شماست، روی شونه های شما هست که ثابت کنین چه روزایی بودین و چه روزایی نبودین. بنابراین اگر من فقط پاسپورت هم رو بدون اینکه ترجمه کنم، خیلی ها دیدم مثلا ترجمه هم نکرده، میگم عزیز من پروندهش برگشته، میگم این که مگه نمیبینی که چند تا مهر خورده تو پاسپورتت، این مهر چیه؟ میگه خب اینا رفتم ایران اومدم. میگم خب بچه اینا رو ترجمه نکردی؟ افسر اداره مهاجرت کانادا از کجا بدونه سیتیزنشیپ که این مهر چند تا تو خارج شدی و چند بار وارد شدی؟ و برای این بسیار مهم است که نه فقط پاسپورت
ترجمه کنید مدارک ارسال بشه. سلام، بر شما روی خط هستیم. سلام خانم امید. سلام، ببخشید خسته نباشید، میخواستم یه سوالی بکنم ازتون. ببینید، من برادرم الان دانشجوی اینترنشنال تو استرالیا هستن. ایشون با خانمشون یه وقت مشکل پیدا کردن، حالا اونجا یه دادگاهی رفتن و براشون حکم بریدن اونجا، که البته تا دعواشون شده و بعدم اونجا دادگاه براشون یه چیزه سیکشن 9 زدن، که حالا چون که اسالت کرده بودن خانمشون و بعد اونجا یه پرونده همچین چیزی مالا یک ماه پیش داره. الان میخواد اقدام کنه برای ویزیتور ویزا که بیاد کانادا. خواستم ببینم که آیا الان میتونن برای ویزیتور ویزا اینجا اقدام کنن، یا اینکه باید دارن که مثلا یه مدت از اون موضوع بگذره، به خاطر اینکه اونجا بهشون گفته بودن که یعنی جریمش کرده بودن توی دادگاه و گفته بودن $400 باید بده. حالا چون مثلا هم به قول معروف حالا نمیدونم اسم خارجیش چیم چه، ولی چون بعضی رو به هم گفته بودن یه اصال اینجوری بوده و یه اصالتی هم بوده که به قول معروف یه چکم خوزاده بودن تو درست خانمشون. به خاطر همین یه همچی چیزی براشون اونجا به قول معروف چیز شدن، محکوم شدن و $400 باید بده کاری. حالا در حال جریمه شدن و گفتن اگه 12 ماه بعد مثلا حالا بیاره این پاک میشه، ولی در حال این الان اونجا یه همچین چیزی اونجا داره، رکورد اونجا داره. میخواستم اینو اگر بخواد برای دیجیتال ویزا بخواد بیاد منو ببینه اینجا، من خودم اینجا هستم، همه چی از طرف من اوکیه، یعنی من 7-8-10 سال اینجا هستم، کار میکنم، همه چی اوکیه. بخواستم برای اینم که آیا میتونم الان براشون اقدام کنم، یا اینکه بهتر این کار نکنم، ممکنه ریفیوز بشه ویزاش که مثلا بخواد یه 2 هفته بین تحصیلات دانشگاهش منو ببینه. اوکی، ببینید، من برمیگردم به چارجشون. بنابراین ایشون آیا بنابراین دادگاه تشکیل شده و ایشون کیسشون دیسمیس نشده و چارج شدن، درسته؟ بله، چارج بله. شدن، یعنی در حقیقت گناهکار شناخته شدن. درسته، بله. اوکی، و برای چه مدت پروبیشن دارن؟ والا پروبیشن براشون در نظر نگرفتن، حکمی که بهش دادن گفتن که شما $400 باید به دادگاه پرداخت کنید، یعنی به چیز پرداخت کنید و 12 ماه بعد هم میتونید، یعنی بازم البته گفتن که بری با خانمتون زندگی کنید، هیچ مشکلی وجود نداره برای اینکه مثلا با هم در ارتباط باشید، خودتون باید زندگی خودتون حل کنید، چیز خاصی بهشون نگفتن، ولی بهشون گفتن که این ریکورد به قول معروف برای 12 ماه هستش، بعدا میتونه بره دانشگاه یا از هر جایی میتونه برای بیهیویر بیاره تا این ریپورت به قول معروف پاک بشه. اوکی، پس بنابراین پروبیشن، من ازش پرسیدم اون شبی که شما این اتفاق براتون افتاد آیا فینگر پرینت ازتون گرفتن، اینا گفتن آره، خب مثلا بله. یه پروسیجری بوده که باید فینگر پرینت انجام میدادم، ولی الان که توی مثلا بخوام ویزیتور ویزا براشون بفرستم، خب ایشون باید فینگر پرینت از بخاطر اینکه ایرانی هستش دیگه، میخواستم ببینم که آیا این تو فینگر پرینتش نیاز داشت اصلا ریفیوز بشه، بهتره که نفرستم این کار نکنم، بذارم مثلا حالا 8-9-10 ماه از این موضوع بگذره. اوکی، اجازه بدین سال چندم هستن و چی میخونن؟ ببینین اونجا مستر آرشیتکتی میخونه. سال چندم هستن؟ یک سال نشده. 10 ماهه بله اونجا. اوکی. آیا غیر از این چارج پولی براشون نخواستن برن به انگر منیجمنت کلاس های بخصوصی و غیره؟ فقط همین بوده، چارج پولی فقط همین موضوع بود. ببینین عزیزم، چون چارج شدن، اگر کانویکت می شدن و دادگاه می رفتن و کیسشون دیسمیس می شد و هیچ چارجی نمی شدن، نه که بگن برو یه جایی کار کن در هفته 2 روز، یا برو کلاس های انگر منیجمنت 3-4 روز، یا اینکه اون پول رو بده. وقتی چارج شدن یعنی مقصر شناخته شدن. در نهایت هر زمانی که برای میدونیم که کشور استرالیا، کانادا، آمریکا و همچنین UK و یک کشور دیگه هم هست، این 5 کشور با هم دیگه هر ویزیتور، هر کسی که درخواست ویزیتور ویزا بکنه، تمام
توی سیستمشون بلافاصله با هم وضعیت اون فرد رو شیر میکنن. اوکی؟ و بنابراین به غیر از اینکه ایشون فینگرپرینت بالاخره میره و مشخص میشه، بنابراین من شانسی رو برای ایشون برای اومدن به کانادا در حال حاضر نمیبینم، مگر اینکه این دوره‌ای که دارن تموم بشه و این دوره‌ای که حالا پروبیشنشون یکی ممکنه 12 ماه باشه، یکی ممکنه 3 سال باشه، یکی ممکنه 5 سال باشه، فرق میکنه که چه مدت اینها رو پروبیشنن. در بعضی مواقع اگر میخواد مثلا مهاجرت کانادا رو بگیره، قبل از اینکه بیاد درخواست اقامتی رو بده، باید درخواست عفو بکنه، یعنی پاردن بگیره و بعد بتونه پرونده ای رو مخصوصا برای اقامتی یا غیر و غیر و چارج درخواستش رو بده. بنابراین من فکر نمی کنم، چون هنوز اگر 12 ماه پروبیشنش هست که فکر نمی کنم، شاید بیشتر باشه، بنابراین فکر نمی کنم شانسی داشته باشه برای ویزای دانشجویی، برای ویزای دیدن. ویزای توریستی هم ممکنه بهش داده نشه. از یک طرف دیگه بجز این مسئله، چون هنوز ایشون تازه به استرالیا اومده، هنوز سال اولش هم تموم نکرده و فامیل داره در کانادا، وقتی که این میان پیش من، اصلا فکر کنیم که این مسئله پروبیشن نیست، مسئله چارجش اصلا به کنار. وقتی یه دانشجوی هنوز خودش رو کامل ستل نکرده در کشوری که اومده مثل استرالیا، هنوز سال اوله و ایشون چند ساله چی میخواد بخونه؟ چند سال باید بخونه؟ برای بچه؟ دو سال باید مستر آرشیتکتی بخونه. اوکی. هنوز سال اولشون هم تموم نشده، درسته؟ بله. اوکی. نه، من اگر این وضعیت چارجشون هم نباشه، واقعا توصیه میکنم حداقل بذارین سال اول تموم بشه، ریجستر کنین برای سال دومتون، هم ریجستریشنتون رو انجام بدین و بعد برای 15 روز زیادی ما درخواست مرخصی کنین که بخوان بیان اینجا، یا برای کریسمس یا برای نیویر ما و غیره. چون اگر این مسئله چارج هم نباشه، چون ایشون تازه اومده 5-6 ماه اومده الان میخواد بیاد کانادا، ممکن هست بدون این مسئله چارج هم ریجکشن بگیره، چون افسر امیگریشن کانادا میگه این اومده استرالیا که خودش رو از اونجا برسونه به کانادا، بنابراین بمونین تا خودش رو ستل کنه، یک سالی بگذره هم وضعیت این. ولی من واقعا بهش توصیه میکنم به اون وکیل کریمینالش باش صحبت کنه و بپرسه که واقعا آیا پروبیشنش 12 ماه هست، بعد اون دیسمیس میشه، کلیر میشه یا نه، این رو مجددا ازش بخوان، چون در نهایت اگر بخواد هر زمانی بیاد کانادا این مسئله خیلی مهم هست. درسته، بله. اوکی عزیزم. بله، بعد وقتی طور دیگه حتما هم اگر که حالا شما توصیه میکنید، اگر که حالا فرض کنیم پروبیشنش هم تموم بشه و اون فرما دیدین که سوال میکنه که آیا این چیزی داشتی یا نداشتی، بله. و باید بنویسه داشتم یا نداشتم. همیشه باید بنویسه داشتم، چون داشته. حالا درسته که یه نفر بعدن دیگه تموم شده، دوره پروبیشنش تموم شده و مشکلی نداره، هنوز باید میپرسه Have you ever been convicted and charged؟ بنابراین ما نمیتونیم بگیم نه، چون اونها در میارن و اگر خدای نکرده کسی بگه نه و اونها در بیارن، برای این admissible به کانادا میشه برای 5 سال. 2 سال بود قانون گذشته، الان برای 5 سال نمیذارن پاشو بذاره کانادا. بنابراین اگر برای اقامت درخواست میکنه، ویزای توریستی اقدام میکنه، ویزای دانشجویی اقدام میکنه، 100% باید بزنه yes برای که بوده، و بعد بهش میگن که اگر زدی yes حالا توضیح بده. در توضیحاتش میتونه بگه که مثلا اینجوری بوده، بعضی موقع کورت داکیومنت رو ازش میخوان که دقیقاً بدونن چی بوده و میتونه توضیح بده که بعد 12 ماه کلیر، ولی من مطمئن نیستم، من نمیدونم در مال استرالیا رو و کلن کریمینال لا رو نمیدونم. بنابراین شما حتما بهش بگیم، با اون مسلما وکیلی داشته که رفته دادگاه، درسته؟ بله، نه رو چه بخواهیم، بخواهیم که با سوستوریا با وکیل صحبت کرده، گفتن که جلسه اول چون چیز خاصی نبوده و دعوای زن شوهری بوده،
بهتره که وکیل نشته باشیم به خاطر اینکه نمیدونم موضع خانم مشخص نیست، ایشون اگر بخواد خیلی جدید بشه و بیاد اینجا حق به خانم میدن و شما حتما محکوم خواهی شد و بهتره که بری و خودت بگی، چون دانشجو هستی بگی که چیز شدی یا پشیمونی، حالا فشار زیاد بوده، فشار درس زیاد بوده. حتی من بهش توصیه کردم وکیل بگی ولی این کار نکردم، اونجا گفتن نگیره و خودش رفته توی چیز. That's okay, perfect. عالی بوده، خودش رفته و عالی بوده و کانسکوئنسش عالی بوده اینجور که شما به من میگین. ولی میتونه با خود اون دادگاه مراجعه کنه و وضعیتشو واقعا بدونه که کی این کیس کی دیسچارج میشه و کی اوکی میشه و پروبیشنی داره یا نداره. ولی مسلما باید بزنه yes و توضیح بده که فامیلی بوده، بین همسرم بوده. پس بهتره که اصلا برای ویزای فرنده به شما فعلا امکان نکنه، اگر ریجکت بشه یه چیز ریجکتی خیلی بد براش خواهد بود. خیلی بد که وقتی متاسفانه وقتی گوش عزیزان بهشون میگم مثلا عزیز من درخواست نه، میاد دفتر میگه که میخوام دعوتنامه بفرستم برای اکس، نه چند تا سوال میکنم میگم ببین عزیزم نه فکر نمیکنم این شانسی نداره، فکر کنم 10% ماکسیمم شانس داره. بعد یه سال میاد میگه من درخواست دادم با وجود این فکر کردم خب شاید بدن، حالا ردی گرفتم، حالا میشه شما درخواست بدین این دفعه؟ میگم اون خراب دیگه، یه قرمز اونجا هست. علتش اگه نوشته که اگر نوشته من باور نمیکنم در آخر موندن در کانادا که همه اغلب همه رو اولی رو میزنن، در آخر موندن در کانادا به خونه برگردی به کشور خودت، اگه اینو زده من چجوری باورش بکنم الان؟ یا اگه نوشته travel history نداری، خب اون موقع میتونیم بگیم برو یه مسافرتی یا ویزای شنگن بگیر و برو مسافرت کن، بعد در دعوتنامه دوم میفرستیم مینویسن. دفعه اول به خاطر مثلا travel history ایشون رد کردیم و الان travel history داره، ولی اگه اون اولی رو زده که من باور نمی کنم که برگردی، دیگه باور کردن و تو مغز اون افسر کردن که این باور کن که این برمیگرده به کشورش، وقتی یه بار رد میگیرن بسیار سخت است، مگر سرکومستنس اون کیس عوض بشه، مگر که واقعا همه اون چیزایی که اگر مجرد بوده بشه متأهل بشه، اگر ترافل نکرده ترافل کنه، فاینانشالی اگر ردش کردن پول زیادی رو نشون بده. در غیر اون صورت تا 100 بارم درخواست بدی ردی رو خواهند گرفت. بله، خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم، به خدا میسپارمتون، خدا نگهدار. خب بله، ویزاهای توریستی هم که یه جلسه بهش اختصاص خواهم داد که فقط در مورد ویزاهای توریستی صحبت کنم، اون هم بسیار مهم هست که چه بکنیم که ردی نگیریم. سلام بر شما، روی خط هستیم. ممنون عزیزم، مرسی. سوال داشتم از خدمتتون. توضیح البته در ارتباط با این سیتیزنی امشب خیلی مفصل گفتید. ولی میدونید حدودا از زمانی که اپلای میکنیم تو قانون جدید چه مدت بعد مثلا آدمو بخوام؟ هیچ وقت در قانون نوشته نمیشه که چقدر طول میکشه ما شما رو بخوایم. یعنی منظورتونه که برای تست تشریف بیارین، درسته؟ بله دیگه، بله. اوکی. Okay. مداره که دستشون میرسه. دقیقاً. نه. اون اعلام میکنه که رسونده، ولی اونا هیچ نامه نمیزنن که مدارک شما رسیده. چرا؟ یه نامه میگیرین. یه نامه میگیرین که اگر پرونده رو بر نگردونن، یه نامه میگیرین که مدارکش، یا ایمیل میگیرین. همیشه یادتون باشه اگر خودتون انجام میدین حتما یه ایمیل ادرسی که مرتب چک میکنین در اونجا بنویسید، چون دیگه اداره مهاجرت کانادا و سیتیزنشیپ همونطور که میدونی قبلا شما خودتون وقتی که اومدین کانادا حتما یادتونه که تست پزشکی براتون پست میکردن، پست. الان دیگه همه چی آن اینترنت هستش، تمام نامه ها با ایمیل هست و تمام اینستراکشن با ایمیل هست و حتی تمام اپلیکیشن ها با روی آنلاین پست میشه. بنابراین حتما یه ایمیلی رو که میفرستین در اونجا، ایمیل ادرس رو حتما یه ایمیلی رو بذارین که مطمئنا هر روز چک میکنین، چون یه نامه میاد. به عنوان مثال اگر پرونده رو من میفرستم و من به عنوان وکیلش روی پرونده هستم، مسلما ایمیل ادرس خودم رو میذارم. ولی اگر شما خودتون میفرستین باید ایمیل ادرس خودتون رو بفرستین اگر کسی براتون انجام نمیده، و اون موقع ایمیلاتون هم چک کنین. معمولا یه نامه میاد و میگه که ما پرونده شما رو دریافت کردیم و کمپلیته. همین دیگه، نمیگه چقدر طول میکشه تا من شما رو صدا کنم برای تست و چقدر طول میکشه شما برین برای سرمونی.
ولی فکر می کنم این چقدر مدت بعد مثلا باید بیاد؟ مثلا یک ماه و نیم گذشته نیومده و اشکال داره؟ یک ماه و نیم گذشته نامه نگرفتین؟ اصلا نامه نگرفتین. اوکی. نه هنوز یک ماه و نیم دیر نشده، چون وقتی که با قوانین جدید فایل کردین دیگه، درسته؟ با سه سال. بله. سه سال. بله. چون یه دفعه حجم پرونده های سیتیزنشیپ خیلی زیاد شد، یه دفعه همه منتظر بودن که تاریخ اجرا، چون اعلام که تابستون شد، تاریخ اجرای سیتیزنشیپ اعلام بشه و فردا پرونده‌هاشون آماده بود فرستادن. بنابراین حجم الان خیلی زیاد شده و خواهید گرفت. اما هر زمانی که نگران هستین، چه وکیلی دارین چه نه وکیلی ندارین، همیشه میتونین با هاتلاین سیتیزنشیپ زنگ بزنین و بپرسین، برای که خیالتون راحت باشه که رسیده. و خود بعضی مواقع اگر کمبود داشته باشه، یه چک مارک حتی کم زده باشین، متاسفانه میذارن تو پاکت، با پست معمولی میندازن تو توی صندوقا که براتون بیاد. و بعضی مواقع چون کوریر نمی کنن، ریجستر نمی کنن، همینجوری میندازن توی پاکت، روی توی این پستا، ممکنه به جایی که خونه شما تحویل داده بشه اون بسته، ممکنه خونه بغلی متاسفانه تحویل داده بشه. اتفاق زیاد افتاده. به همین دلیل با توجه به این که براتون مهم هست، همه شما عزیزان برای پیار کارت درخواست میدین، برای سیتیزنشیپ درخواست میدین، برای هر جایی که با سیتیزنشیپ فیویاک ایمیگریشن فکر میکنین یه زمانی رو گذشته و میخوان بدونین که آیا به دستشون حداقل رسیده، چرا فایل نامبری براتون نیومده، رو هاتلاین ایمیگریشن زنگ بزنین و بعد میگه امیگریشن برای پیار کارت این شماره رو فشار بده، امیگریشن این سیتیزنشیپ اینو، و به نخره یه نفر جواب میده و میگین از فامیل، تاریخ تولدتون، و میپرسین که پرونده من به کجا، آیا پرونده من رسیده. و این رو توجه کنین، وقتی میگه بله، میگه بله رسیده، مثلا گوشی رو نذارین، بپرسین خب حالا که من رو خط هستم لطفا شماره پرونده من رو به من بدین، حداقل چون یک ساعتی طول خواهد کشید که تا شما بتونین با روی خط بمونین، بعضی میخوان نیم ساعت، بعضی میخوان 45 دقیقه، طولانی است، ولی حداقل وقتی که یه نفر جواب میده من دیگه ولش نمی کنم، میگم خب حالا شماره پرونده این موکل منو لطفا بده، دوما الان چه تاریخی رو دارن انجام میدن، سوما فکر میکنی حدودا، گرچه اونها رو نمیدونن، فقط میگه چیزی تقریبی میگه، چون اینها یه سری افرادی هستن که برای خیلی فقط به روی اونجا نوشته میشه و اطلاعات زیادی رو ندارن. ولی به هر صورت مهمترین مسئله اگر یکی رو خط اومد، بپرسین که رسیده، با چه جوری فرستادین، و بعد تاریخ حداقل شماره پرونده خودتون رو بگیرید. و گاه به گاه اتفاقا دقیقاً همین امروز این کارو کردم، تماس گرفتم، ولی متأسفانه به صورت اپراتور ضبط کردن، اعلام میکرد که کسایی که از اکتبر نم 10 به بعد اپلای کردن تا 6 ماه باید منتظر بمونن. ما الان داریم اپریل رو تازه نگاه میکنیم به پرونده ها، یعنی اینو به صورت اتومات گذاشتن، کسی دیگه جوابگو نیست. نه چرا، جوابگو هست عزیز من، شما نباید به اون اونها رو نباید گوش بدین. وقتی که دکمه سیتیزنشیپ رو میبینین نوشته میگه امیگریشن، بعد میگه پی آر کارت، اسپانسرشیپ، سیتیزنشیپ، وقتی سیتیزنشیپ رو میگه فشار میدین سیتیزنشیپ رو، دیگه به اون چیزای دیگه گوش نمیدین، اونجا خیلی آپشن ها هست، به اونا گوش نمیدین، صفر رو میزنین و بعد دیگه روی خط میمونین، بعد یه دونه آدم که حرف میزنه میاد روی خط. چون بیشتر نمیدونن، بیشتر فکر میکنن که جواب نمیده، ولی همیشه وقتی که روی سکشن به خصوص رفتین مثل سیتیزنشیپ، بلاف دیگه گوشی رو نگه میدارین و گوش نمیدین بقیه رو، صفر رو میزنین، یه ایجنتی میاد روی خط و بهتون جواب میده. اوکی؟ بله، خیلی ممنونم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، خدافظ، خدافظ. همیشه عزیزان، همه شماها که پرونده یا با کسی دارین یا خودتون دارین، وقتی نگران هستین بدونین حق دارین که خودتون هم با امیگریشن، بر فرض من که پرونده شما رو انجام میدم و ولی نگران هستین، به عنوان مثال فکر میکنین شاید من واقعا چک نکرده باشم، فکر میکنین شاید وکیلتون یادش رفته که فالو آب بکنه، همیشه خودتون هم حق دارین با امیگریشن تماس بگیرین.
اگر داخل خاک کانادا هستین، اگر خارج خاک کانادا هستین، فامیل و دوست شما از شما میپرسه، میتونه زنگ بزنه، مثلا ایمیل بفرسته به آنکارا و بپرسه وضعیت پرونده من چی هست، و یا زنگ بزنین ببینین سیتیزنشیپ یا پی آر کارتتون. خیلی ها میبینم که میگه خانم ارزم 6-8 ماه گذشته کارت من نیومده هنوز. من میگم یه بار زنگ زدی امیگریشن ببینی چرا نیومده؟ میگه نه. مگه میشه زنگ زد؟ بله که میشه زنگ زد. میشه زنگ زد و میشه سوال جواباتون رو بکنین و ببینین که پرونده. بعضی موقع متاسفانه چون پرونده های ناقص رو به صورت کوریر نمیفرستن و میندازن توی پست، اشتباهاً اداره پست، معمولا اینجا گم نمیشه اداره پست، ولی ممکنه اون مسئول پست، اون پستچی به جایی که مثلا توی پلاک 212 بندازه، اینجا که کسی در نمیزنه به ما بده، میندازن توی اون صندوقا، به جایی اینکه بذاره تو پلاک 212 ممکنه بذاره تو پلاک 214. بنابراین اتفاق میفته. به همین دلیل وقتی فکر میکنین یه مدتی گذشته از پرونده، البته شما اصلا جای نگرانی نیست، خیلی زوده، ولی برای او عزیزانی که به عنوان مثالی که زدم فکر میکنین گذشته، بهترینش این هست که با امیگریشن کانادا تماس بگیرین و بپرسین که چی شد، چرا پرونده من. و حتما یادتون باشه اگه گفتن بله رسیده حالا خبرت میکنیم، گوشی رو نذارین بعد از این همه انتظار، حداقل شماره پرونده هاتون رو بگیرین، چون دفعه دیگه که زنگ میزنین میتونین بلافاصله شماره پرونده تون رو بدین و بگین که وضعیت پرونده من الان چی هستش. و گاه به گاه آنلاین هم میتونین چک بکنین، یعنی برین اسمتون رو بزنین، دیتا برتتون، و اگر که فایل نامبر دارین فایل نامبر رو میزنین، دیگه مجبور نیستین که مدت ها پشت تلفن منتظر بمونین تا سی آی سی، تا امیگریشن کانادا یا سیتیزنشیپ به شما جواب بده. آنلاین میتونین وضعیت پروندهتون رو بخونین، اونجا بعد میبینین که نوشته شده مثلا برای شما 2 روز پیش نامه فرستاده شده برای تست. قبل از اینکه نامه سیتیزنشیپ به دستتون پست شده به دستتون برسه، شما میبینین روی اون سیستم سیتیزنشیپ نوشته شده که مثلا 2 روز پیش نامه به شما پست شده یا 2 روز پیش به شما ایمیل شده. خیلی موارد بوده که به من گفتن مثلا من نامه دریافت نکردم، اما آنلاین که رفتم استاتسم رو چک کردم میگه که 2 روز پیش به من پست شده، من هیچ نامه دریافت نکردم، الان 5 روز گذشته. خب به من نگین، بلا فاصله به امیگریشن زنگ بزنین و بپرسین و بگین که من نامه سیتیزنشیپم برای من در آنلاین میگه که پست شده، من دریافت نکردم، لطفاً یه کاپیشو مجدداً برای من بفرستیم. اگه 2 هفته بعدش دارین نامه رو این استاتستون رو چک کردین و 2-3 هفته بعد میبینین که 3 هفته پیش میگه که مثلا نامه براتون پست شده، بدونین زمان امتحانتون شاید گذشته باشه. بنابراین این توصیه منه که تایم گاه به گاه آنلاین برین و استاتستون رو چک بکنین که نامه سیتیزنشیپتون اگر میاد، اگر بیاد و گم بشه، چون همه پسته، همه هیچ کدوم ریجستر نیست، هیچ کدوم ثبت شده نیست یا کوری یا با DHL و غیره فرستاده نمیشه، همینطوری تو پاکت میذارن و میفرستن. بنابراین اگر گاه به گاهی آنلاین شما این چک رو بکنین که ببینین چه شد وضعیت پرونده‌تون، بعضی مواقع میبینین که از یک حادثه بزرگ مثل از دست دادن امتحانتون و غیره خودداری میکنین، وگرنه اگر شما نامه رو نگیرین و نرین سیتیزنشیپ، معلوم نیست، شاید پرونده شما کاملا بسته بشه، چون میگه که نبود، نیومدی، و شاید باور نکنه که شما نامه رو دریافت نکردی. به این راحتی نیست که شما زنگ بزنید بگید نه، چون پرونده من در این تاریخ امتحانم بوده ولی من نامه دریافت نکردم، بنابراین من کی حالا دوباره بیام. بلافاصله برای شما ریسکجوالم نمی، اگر تازه قبولم بکنن ریسکجوال نمی کنن، دوباره برای شما مثلا هفته بعدش نمیذارن، دوباره میرین تو نوبت.
پس این ارزش رو داره که همیشه یا زنگ بزنین یا اگر فایل نامبرتون رو دارین استاتستون رو وضعیت سیتیزنشیپتون رو آنلاین چک بکنین. همینجور برای پی آر کارت هم میتونین چک بکنین. خب پس من فکر میکنم برای سیتیزنشیپ عزیزانی که خیلی از شماها به دفتر زنگ میزنین و انتظار داریم من تلفنی براتون همه این موارد رو تلفنی توضیح بدم، میدونین خودتون که امکان پذیر نیست، چون من همین صحبت ها رو دوباره و دوباره و دوباره بخوام برای یه نفر پشت تلفن در آفیس توضیح بدم، بنابراین تمام روزم باید بشینم و توضیح بدم به تک تک بر صورت. و این برنامه های تلویزیونی و این صدا رسونی من و جوابگویی به شما عزیزان برای همین هستش که یک سشن کاملا روشن داشته باشیم در مورد سیتیزنشیپ، یک سشن کاملا روشن برای پی آر کارت، یک سشن کامل برای سپانسرشیپ، برای دادگاه های سپانسرشیپ وقتی ردی میگیرین و یا سشن مختلف وقتی که در تورنتو هستیم. شما انتظار داریم بیشتر در مورد سیتیزنشیپ و سپانسرشیپ و دادگاه‌هایی که ردی میگیرین و اینا صحبت بشه. اونایی که خارج از خاک کانادا هستن و میخوان به کانادا بیان میگن امیرسلام چه صحبت نمی‌کنی، از چه روشی میتونیم به کانادا بیام، آیا سرمایه‌گذاری چی شد، آیا اسکیل ورکرزمون چی شد و غیره و غیره، که در اون موارد هم 100% صحبت خواهیم کرد در سشن‌های مختلف. ولی به طور کل اداره مهاجرت کانادا فعلا بسیار 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 سختگیری میکنه برای اومدن به کانادا و تعجب این هستش که دولت کانادا اخیراً اعلام کرد که بر در 3 سال آینده حدود 1 میلیون نفر رو میخواد مهاجر رو به کانادا بیاره، ولی از کجا و از کدوم طبقه بندی ها، از کدوم کشورها میخواد بیاره، در صورتی که الان میبینیم که واقعا اقامت گرفتن به اون راحتی نیست. اگر کسی واقعا زبان مادریش فرانسه یا انگلیسی نیست و یا جوان نیست، یه زمانی امتیاز سن تا 49 سال بود، الان شده حدود 30 سال، امتیاز زبان اگر 6-6.5 داشتین قابل قبول بود، الان اگر کسی 37-38 سالشه امتحان آیلتس رو مثلا 7 هم بیاره لیسنینگ هنوز ممکنه قابل قبول نباشه، برای این سختگیری های زیادی شده. ولی 100% هنوز عزیزان مخصوصا ایرانیان عزیز میخوان بدونن چجوری میتونن به کانادا بیان، ولی متاسفانه خیلی کم خواهیم دید بعد از این از کشورمون و کشورهایی که توضیح دادم انگلیسی زبان یا فرانسه زبان نباشن و یا در کانادا با اجازه کار نیامده باشن و قبلا یا اینکه استودنت ویزا نیامده باشن، واقعا سختگیری به سختی واجد شرایط خواهند شد و به این راحتی نیست. خب به آخر برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم. من اگر میخوان ایمیل مستقیم من برای من ایمیل بفرستین و سوالی دارین در مورد برنامه امشب یا در همه در مورد هر برنامه‌ای هر سشنی، آذر امیر سلام @visascanada.com اسم فامیل من در visascanada.com. تکرار این برنامه پس برای این 4 شنبه‌ها مجدداً برنامه ما با ITC شروع کردم و ساعت 8 شب به وقت تورنتو، حالا هر استانی ممکنه متفاوت باشه، پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. و پس visascanada.com وبسایتمون هست و عزیزانی که منتظر برنامه آقای زریمر هستن، برنامه جدول که خواهان زیادی داره، خیلی از شماها تو آمریکا فکر کنم نشستین الان منتظر هستین میگین وای این چقدر در مورد قوانین حرف میزنه که چقدر خشکه، چقدر اصلا جالب توجه نیست، ما کاری نداریم با قوانین کانادا، ولی بر صورت هر ساعتی برنامه های خودش رو داره و شما هم حوصله کنین و برنامه جدولتون شروع خواهد شد. تلفن دفتر همونطور که در زیرنویس میبینین 416-495-8170. تکرار این برنامه فردا ساعت 12 و یک شنبه که شما و عزیزان وقت بیشتری رو دارین ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو
و همیشه میتونین برنامه رو روی یوتیوب هم ببینین. سشن های مختلف رو در یوتیوب خواهید دید. تا هفته آینده چهارشنبه 8 شب وقت تورنتو، خدا نگهدار. سازمان مهاجرت امیرسلام و دمتس با کادری ورزیده از سال 1992 در قلب کانادا تورنتو. آذر امیرسلام، نویسنده مقالات قوانین اداره مهاجرت کانادا. تجربه طولانی ما در اخذ ویزاهای اقامت کانادا، پشتوانه پاسپورت کانادایی شماست. گرد دمتس، متخصص در مهاجرت سرمایه‌گذاران. با سلام. If you are a business owner or manager, you will have very good chances to come to Canada. ۱۲۰۰ شپرد اونیو ایست، یونیت 102، تلفن 416-495-8170. امیرسلام و دمتس، your gateway to Canada.